با امید اینکه صحتمند و تندرست باشین با یک ویدیو خاص و مهم دیگه در رابطه با تلفظ حروف ترکیبی در لسان آلمانی در خدمت شما. در این ویدیو هر حروف ترکیبی را براتون تلفظشون میدیم و بعد از او توسط 3 یا 4 واژه یا مثال براتون واضح میکنیم. شما میتونین ویدیو را 2 یا 3 بار ببینین و در صورت ضرورت تمام محتویات زیر بیرون نویس کنین، چون که بسیار مهم است در بخش تلفظ واژه ها در لسان آلمانی. شروع میکنیم. مثال اول ما یا حروف ترکیبی اول ما عبارت از ا و او است. زمانی که دو حرف در یک واژه نوشته میشه یا ذکر میشه، ایره او تلفظ میکنیم. او او به طور مثال هاوس 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 یعنی خانه. ماوس 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 یعنی ماوس کمپیوتر. باوم 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 یعنی درخت. یا بلاو 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 یعنی رنگ آبی. حروف ترکیبی دوم ما عبارت از ا و اغ می باشن. زمانی که دو حرف مخصوصا در قسمت آخری واژه ذکر شوه، باز آ تلفظ میشه. آ آ به طور مثال کلا 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 یعنی واضح. یا ینوا 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 یعنی ماه جنوری. ها 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 یعنی مو. و دنگ با دنگ با دنگ با یعنی سپاسگزار. حروف ترکیبی دوم ما که عبارت از سه و ها می باشه، ای اکثرا شین تلفظ می شه. شین ش مثلا شف 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 یعنی رئیس. یا ایش 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 یعنی من. مثال بعدی ما توشتا 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 یعنی دخترها. بیوشا 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 یعنی کتاب ها. و حروف ترکیبی بعدی ما باز هم سه ها است، که زمانی که سه ها قبل از حروف آ او و او ذکر شوه یا نشته شوه، باز خیلی تلفظ میشه. مثلا بخ بخ قبل از این حروف یا بعد از این حروف. بخ یعنی کتاب. شخ 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 یعنی شطرنج. کخ 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 یعنی آشپز. باوخ 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 یعنی بد. حروف ترکیبی سه ها چه هم تلفظ میشه، اما بسیار کم. چه مثلا چت 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 یعنی چت کردن، یعنی تکست کردن.
پیام دادن. چک 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 یعنی چک کردن یا کنترل کردن. بخشین چمپیون چمپیون یعنی قهرمان. چمپیون چلنج 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 یعنی چالش. ت اس س ه هم چه تلفظ میشن؟ چ چ چه قسم؟ مثلا دویچ 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 یعنی آلمانی. یا دویچلند 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 یعنی آلمان. یا choose 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 یعنی خداحافظ. یا clutch 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 یعنی شاید. و زمانی که سی سی که در یک واش ذکر میشه کاف تلفظ میشه اما به شکل دبل که یعنی دوبل که. به طور مثال دک 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 به معنای زخیم یا دبل. سوکا 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 یعنی بوره. غاک 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 دامن خانم ها یا دامن. شتوک 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 به معنی دانه یا توته. و یک استثناء هم وجود داره که واژه تک حرف آخرش که گی است که تلفظ میشه. ما شما ایره تک میگیم. تک یعنی روز. تک تگ نمیگیم تک میگیم که آخرش کاف تلفظ شده. و همچنان حروف یک حرف دیگه داریم که ای است. زمانی که معمولا در آخر یک واژه ذکر میشه بازی ا تلفظ میشه. ا مثلا مثلا فراگ فراگ در آخر واژه آمده فراگ سوال. یا لایز 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 آرام بی سر و صدا. یا لمپا 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 یعنی چراغ. و هوزه 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 یعنی پتلون. اما ای حرف ایک وقت داخل ا تلفظ میشه در سویسرلند یا در اتریش کاملا متفاوت تلفظ میشه. مثلا هوزه هوزه در آلمان هوزه در سویسرلند هوزه ای تلفظ میشه توجه. یا ما شما اینجا لمپ میگیم لمپ اونجا لمپ. ما میگیم فراگ و میگن ما میگیم فراگ اونا میگن فراگ. فرق میکنه. حرف ترکیبی یا حروف ترکیبی ای ای آی تلفظ میشه در لسان آلمانی اکثرا. ای ای آی تلفظ میشه آی. مثلا به طور مثال خودمی حروف ترکیبی آی 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 به معنای تخم. یا مای 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 یعنی ماه می. یا آیس 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 یعنی آیس کریم.
یا هایس. هایس هایس به معنی گرم یا داغ. حروف ترکیبی ای و او اوی تلفظ میشه. اوی اوی به طور مثال نوی نوی یا جدید ایغو 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 یعنی ایرو یا هویتا 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 امروز و یا فغایند 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 یعنی دوست. و همچنان حروف ترکیبی ای و او هم که با هم دیگه در یک واژه ذکر شوه یا نوشته شوه اوی تلفظ میشه. اوی اوی مثلا هویزا 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 به معنای خانه ها یا بویما 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 به معنی درخت ها یا کویفا 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 خریدار مویزا 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 ماوس های کمپیوتر. حروف ترکیبی ای و اغ اکثرا در آخر واژه زمانی که ذکر میشه ا تلفظ میشه. ا ا ا به طور مثال موتا 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 یعنی مادر یا فاتا 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 یعنی پدر یا شوستا 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 یعنی خواهر و یا سما سما ببخشین سما به معنای اتاق سما. حروف ترکیبی ای و ای زمانی که در یک واژه ذکر میشه ای تلفظ میشه. ای 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 به طور مثال لیت 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 آهنگ یا کنی 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 به معنای زانو یا بینه 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 زنبور یا زنبور عسل یا نی نی به معنای هرگز. امیدوارم ویدیو خوشتون آمده باشه. منتظر سابسکرایب لایک و کامنت های زیبایتان می باشیم. حروف ترکیبی ای و گی زمانی که با هم دیگر نوشته میشن در یک واژه ذکر میشه اش تلفظ میشه. اش اش چه قسم؟ هانش 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 عسل و یا بیلش 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 ارزان یا قشتش 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 درست و یا وشتش 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 مهم. اما نگفته نمونه که در بعض قسمت های آلمان ای و گی ایگ هم تلفظ میشه که ایگ و اش هر دوش درست است. به طور مثال وشتک وشتک یا وینک
wenig, wenig, kam. Ja, Krieg, 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 با معنای جنگ. و fertig, 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 با معنای تمام شده. یا fertig بگویم یا fertig بگویم. Krieg بگویم یا Krieg بگویم. Wichtig یا wichtig. Richtig, richtig. یعنی ایک و اش هر دوش درست است. زمانی که حروف ای و اغ با هم دیگر یک جای در مخصوصا در آخر واژه نوشته میشه یا تلفظ میشه. یا 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 مثلا میا 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 یعنی من یا دیا 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 یعنی تو ویا 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 یعنی ما ایا 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 با معنای هوا حروف ترکیبی پ ها مثل انگلیسی ف تلفظ میشه ف مثلا اتاور مثال الفابت 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 یعنی الفبا یا فیزیک 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 هم فیزیک یا تلگراف 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 ماشین تلگراف کار قطعا استفاده نخواهد شد فیلوزوف 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 یعنی فیلسوف زمانی که پ و اف با هم دیگر یک جا نوشته میشه خوانده میشه ف. ف. مثلا کپف 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 یعنی سر یا فیات 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 یعنی اسب یا فوند 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 یعنی پاوند یا در داخل واژه اگه باشه اپفل 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 به معنای سیب حرف اس اکثرا زی تلفظ میشه در لسان آلمانی مثلا زافت 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 یعنی جوس زونه 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 آفتاب یا زون 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 یعنی پسر در اینجا ها تلفظ نمیشه و ما یک ویدیوی دیگه در رابطه با حروف که تلفظ نمیشه حروف بی صدا که آواز ندارن و سایلنت میباشن و همچنان حروف واول به شکل دراز چطور تلفظ میشه و به شکل کوتاه چطور تلفظ میشه بعد از این ویدیو براتون تهیه میکنیم زون پسر یا زی 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 به معنای ساحل اس میدونه که اس سین هم تلفظ شوه مخصوصا زمانی که در آخر جمله میباشه به طور مثال مایس 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 یعنی جواری یا غایس 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 برنج و یا گغاس 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 یعنی چمن
یا گلاس. گلاس، گلاس یعنی گلاس. یک حرف ای باید نوشته میشد. اس سه ها همچین تلفظ میشه. ش ش مثلا تش 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 یعنی میز. یا شنی 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 به معنای برف. شوله 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 مکتب. شوه 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 بود. و حروف ترکیبی اس و پ که با هم دیگر یک جای میشه، مخصوصا در آغاز جمله اش تلفظ میشه. اش اش اش. مثلا شپوت 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 یعنی سپورت. یا شپیل 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 به معنای بازی کردن یا ساتری کردن. شپاس 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 یعنی تفریح یا لذت بردن. شپیتسا 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 پنسل تراش. شپ. و زمانی که استی در یک واژه ذکر میشه باز شت تلفظ میشه. شت مخصوصا در آغاز جمله. مثلا شتاین 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 سنگ. یا student 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 محصل محصل. یا stool 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 چوکی. ها اینجا هم تلفظ نمیشه. steuer مالیه. امیدوارستم که ویدیو خوشتون آمده باشه. لایک فراموشتون نشوه و منتظر کومنت ها و نظریات خوبتون هستیم. استی مخصوصا در آخر جمله اگر ذکر شوه اکثرا استی است تلفظ میشه. است مثلا اوبست 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 میوه. یا fast 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 تقریبا. یا است 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 یعنی یک شاخه درخت. یا fist 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 یعنی فستیوال. و تها زمانی که در یک واژه ذکر میشه ت تلفظ میشه. به طور مثال اپوتیکا 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 دواخانه. یا تیوری 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 نظری. یا تیاتر 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 تیاتر. یا تما 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 موضوع. دی تی هم وقتی که در یک واژه مخصوصا داخل واژه ذکر شود تی تلفظ میشه. به طور مثال شتات 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 شهر. یا هاوپ شتات Hauptstadt Hauptstadt پایتخت یک کشور که پایتخت آلمان برلین است. همه گی میفهمین. با زادگاه هایمت
Stadt. Heimat, Stadt. Heimat, Stadt. زادگاه ما اینی ولایت است. نام از ولایت پیدا کنید در کامنت برام نوشته کنید. فکر کنم واضح است. Altstadt. Altstadt. Altstadt, شهر گونه. Neustadt, شهر نو. و ت ص که با هم دیگه یک جای شوه باز حرف آواز ت را میده. ت ت مثلا پلاتس 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 مکان یا جای مثلا زاتس 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 یعنی جمله زتس 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 یعنی ست در ریاضی که ما شما ست داریم وتس 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 مزاق و ت ای او ان که با هم دیگر یک جای نوشته شوه با سیون خوانده میشه سیون 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 مثلا به طور مثال پوزیسیون 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 موقعیت یا لکسیون 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 درس بخشین که اینجا باید انگلیسیشم لسان باید نشته میکرد اکسیون 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 عمل اپسیون 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 اختیار یا گزینه زمانی که سه ها اس که با هم دیگر یک جای نوشته میشه باز اکس تلفظ میشه اکس اکس مثلا فوکس 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 یعنی روبا زکس 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 شش عدد شش وگزل 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 تبدیل کردن یا عوض کردن و وکزن 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 رشد کردن این حرف حرف خاص است که تنها در لسان آلمانی است و مثل دبل اس لسان انگلیسی تلفظ میشه اما کمی طویل تر مثلا به طور مثال گوغوس 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 یعنی بزرگ یا دراوسن 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 بیرون اینن داخل خانه دراوسن بیرون شتراسه 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 یعنی سرک و واژه آخر ما فوس 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 یعنی پا ما براتون خلاص شده ایش ذکر کردیم و یک تکرار میخوایم بکنم مثلا او آ ش خ چ چ چ کا آ معمولا داخل واژه که ذکر میشن آی آی اوی اوی آ ای اش اگ یا اف ف ز سین یا اس ش شپ شت است ت ت زمانی که داخل باشه ذکر شد مثلا لیت یا مونت فراموشم شده که واژه ها را پرتم
C, سیون و آخرشم X. بسیار تشکر که تا به حال ویدیو را تعقیب میکنین. معمولا در کورسای لسان آلمانی که شما این موضوعات میخونین در چند درسی در برتان تدریس میکنن و عنوان اساسیش آوس شپراخ هسته، یعنی تلفظ. اما دفتنگ ها هم دیجه وجود داشت، گروپن کانسوننت یعنی گروپ از حروف بی صدا هم وجود داشت که بنامه بعض صدا او را کانسوننتن پارا یا کانسوننت کمبیناسیون میگن، وکال کمبیناسیون میگن، دوپل باول، دوپل لاوتا یعنی دو آوازا، یا توای لاوتا یا اسپیسیل کمبیناسیون هم برش یاد میکنن. یعنی به ایمونه که اگر در کورس شما درس میخونین به نام معناهای مختلف استازا یا در کتابا به عنوانهای مختلف ذکر شده که عنوان اساسی ازی اوس شپراخا یا تلفظ میباشه. تشکر از توجهتون، خدا کنه که ویدیو خوشتون آمده باشه و عزیزایتان شریک بسازین تا کنه هم مستفید شوه و منتظر ویدیوی بعدی در رابطه با حروف بی صدا که چطور به شکل کوتاه و چطور به شکل با صدا، چطور به شکل کوتاه و طویل تلفظ میشن و همچنین حروفی که در یک واژه ذکر میشه اما تلفظ نمیشه، در ویدیوی بعدی ان شاءالله رو براتون در نظر میگیریم. دانکا، ممنونتان.